اعلام همبستگی معاون اسقف اعظم و رئیس بزرگترین کلیسای دانمارک با اعتصابی ها در لیبرتی و سایر نقاط جهان. همزمان با کارزار جهانی اعتصاب غذا برای آزادی 7 گروگان اشرفی و تضمین حفاظت مجاهدان لیبرتی، آناس گادگارد معاون اسقف اعظم و رئیس بزرگترین کلیسای دانمارک برای آزادی این گروگان‌ها دست به نیایش برداشت و خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی شد. It is a tragedy what has happened on the 1st of September in the refugee camp Ashraf near Baghdad. We pray here in our church, the Cathedral of Copenhagen, for all who have been murdered so tragically and all those who belong to these 52 people. We are requesting from the international community that the 7 hostages will be released as soon as possible, and we support all democratic forces that are asking for the human rights to take place also in Iraq. We are praying and we support the people that are longing for liberty and freedom. بیانیه معاون اسقف اعظم دانمارک فراخوان به جامعه بین المللی برای اقدام فوری جهت آزادی 7 گروگان اشرفی. آناس گادگارد معاون اسقف اعظم و رئیس کلیسای دانمارک طی بیانیه‌ای بی‌عملی جامعه بین المللی در مورد گروگان‌های اشرفی را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: حمله اول سپتامبر به اشرف با 52 شهید و 7 گروگان توسط نیروهای عراقی یک جنایت بزرگ علیه بشریت است که نباید در مقابل آن سکوت و بیعملی پیشه کرد. ما ضمن محکوم کردن بیعملی جامعه جهانی در مقابل این جنایت، اتحادیه اروپا، دولت آمریکا و ملل متحد را به اقدامات زیر فرا می‌خوانیم: تلاش برای آزادی فوری 7 گروگان اشرف، تأمین حفاظت لیبرتی با مستقر کردن نیروهای کلاه آبی ملل متحد، تشکیل یک هیئت بین المللی برای تحقیقات بیطرف پیرامون این حمله و محاکمه و مجازات مسئولان آن.